پیدا کردن ورودی یک مقبره با ارزش در عمق 4 متری. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، دوستان، این سنگ شاخص بزرگی رو که مشاهده میکنید نشان وسط این سنگ دو شاخه، یعنی از پشت این سنگ دو شاخ اگر کاملا توجه کنید دوستان، این سنگ شاخص رو مشخص میکنه. بعد سنگ دو شاخ ها دوستان همیشه دو بعد داره، یا مسیر جلو یا مسیر پشت اون حائز اهمیت هست. همیشه باید یا سنگ شاخص یا ورودی یک غار یا ورودی یک مقبره رو مشخص میکنه. دقیقا در این مکان و این جایگاه دقیق اشاره به این سنگ شاخص میکنه که جوغن کوب های بزرگی در بدنه اون حکاکی شده. این کاملا مشخص دوستان، جوغن های بزرگ حاکی از یک حاکم بزرگ یا مقبره ای که یک شخص خیلی خیلی مهمی در داخل این مقبره موجود هست. خب همچین جوغن هایی که به این شکل و به این حالت هستن دوستان، یک کروکی راه هم میده دوستان. این جوغن ها دقیقا حالت و عمق ورودی مقبره رو مشخص کرده، همچین تراشه‌ای که چیدمانی که از جوغن بالا تا پایین کشیده شده. خب دوباره به این قسمت اشاره میکنه دوستان عزیز، ببینید خط خود همین جوغن ها که به سمت پایین و یکی از جوغن هایی که در صخره موجود هست دوستان جهت میده. خب همونی که به شکل آبراه هست مسیر اون رو ادامه بدید که به دقیقا به اینجا اشاره میکنه، یعنی در فاصله 3-4 متری به این قسمت اشاره میکنه که یک جوغن و دو تا اسکنه که در قسمت بالا موجود هست. بعد قسمت پایینی این جایگاه دوستان یک حالت لبه خمیدگی داره، اینجا کار شده با سنگچین هایی که در این قسمت قرارگیری داره. این سنگچین ها باید برداشته بشه و عمق این ورودی مقبره دوستان که در زیر این سنگ قرار داره تقریبا 4 متر و باید حفاری که انجام میدید کاملا بزرگ باشه، هزینه بردار دوستان عزیز، و اینکه این جایگاه تا 4 متر پایین برید و به یک ورودی میرسید. این ورودی دوستان همراه با یک سنگ مربع شکل یا دقیقا دایره شکلی هست که قسمت ورودی رو پوشونده. در مقبره ها دوستان عزیز یک نکته ای رو بهتون میگم، اینی که در نزدیکی خود همین جایگاه همیشه از علامت 8 استفاده میشه. بدونید که جایگاه هایی که با علامت 8 هست معمولا یا یک غاری رو به شما میده یا یک مقبره. خب حالا بعضی جاها به عنوان سنگ هرمی شکل استفاده میشه، در بعضی جاها رو بدنه صخره دقیقا شکل مثلث رو حکاکی میکنن یا جوغن مثلث. دقیقا در نزدیکی همچین جایگاه هایی که مقبره یا ورودی یک غاره که با ارزش، یک غاره عبادتی یا نیایشی که گفتم اینها با ارزش هستند، اموال دارن. خب دوستان سنگچینی که در قسمت پایین موجود هست یک حالت رمز داره و اینکه یه چیزهایی رو داره اشاره میکنه. خب این جوغنهایی که در قسمت بالا هست دوستان، بعد اون دوتا اسکنه که به شکل چشم عمل میکنه، جهت و نگاهش به همین جایگاه رو داره میکنه. خب در این قسمت دوستان یک سنگی که موجود هست به شکل یک کفش هست، بعد سنگی که در سمت چپ هست باز هم به یک کفش حالا مردونه اشاره میکنه. اینها نشانه هستن که در آخر کار قرار دادن که یک مفهوم و یک جایگاهی رو داره میرسونه که یک شخصی هست که حالا ثروتمند بوده، یک شخصی که نامی بوده، بعد از نوع کفشش حالتش پادشاهی هست. بعد این رمزگشایی هایی که گفتم خیلی ریز هستن، خیلی توجه کنید، دقیقا اشاره میکنه. حتی اون خط ترکی که در قسمت بدنه هست دوستان به سمت پایین، قسمت هایی رو تراش دادن، یعنی کاملا جای دست مشخص هست. بعضی از ترک ها رو یکم بزرگتر کردن که جهت و مسیر رو کاملا
طبیعی جلوه بده، ولی کسی که کاوشگر باشه میتونه اینها رو به راحتی رمزگشایی بکنه. عمق این کار 4 متر دوستان عزیز و تشکیل شده از 2 اتاق که فکر کنم شخص رو هم در اون جایگاه قرار دادن، چون با توجه به اون نشانه هایی که روی این سنگچین ها هست احتمال داره شخص هم در داخل یکی از اتاق ها باشه. خب این نمونه عکسی که شما مشاهده میکنید دوستان عزیز یک تقریبا سنگ شاخصی هست که ریشه داره و از علامت جهت یا هشتی استفاده شده. این من یک کلیپی هم گذاشته بودم الان در مورد همین چیز خطهای هشتی. دقیقا دوستان وقتی که همچین نمادی رو شما میبینید هم جهت بهتون میده و هم به عنوان دقیقا اعلام میکنه که یک ورودی غارمانند رو دارید یا یک مقبره رو دارید. چون بخواید این رو رمزگشایی بکنید خط هشتی که یکی از خطها بزرگتر باشه شما باید مسیر و جهت داخل اون رو هدایت بکنید، یا اگر خطها مساوی هم دیگه باشن روبروی هم باشن شما باید قطر داخل اون که هر چقدر سانت باشه، حالا 10 سانت 20 سانت، و همون اندازه سمت جلو رو هدایت میکنه و مسیر و جهت میده به قسمت جلو. خب بعضی ها وقتی که نگاه میکنن دقیقا سمت و جهت همین خط 8 رو ادامه میدن. دوستان عزیز ببینید اگر یکی از خطهای اون بزرگتر باشه میتونید در جهت به حالت فلش عمل بکنید، ولی اگر مساوی باشه شما میتونید بین این دوتا رو اندازه بگیرید، زلها باید مساوی باشه، بعد وقتی که مساوی باشه به جهت مخالف عمل بکنید که علوش هر چقدر سانت بود، حالا 5 سانت بود 10 سانت بود، باید قدم برداری، هر قدم هم 90 تا 1 متر برمیداری، حالا 10 قدم باید برداری 10 سانتی متر بود، و اگر زل اون یکم بیشتر باشه سمت جهت و فلش اون عمل میکنید. خب دقیقا به این حالت و به این صورت دوستان عزیز اگر علامت هشتی رو شما دیدید مطمئن باشید گفتم یا یک غار نیایشی عبادتی رو بهتون میده یا یک مقبره شخص خیلی مهم و والا مقامی در داخل اون موجود هست که اموال دارن دوستان، چون اینها رمزگشایی ریزی دارن، رمزگشایی بر روی سنگ ها رو داره انجام دادن و مشخص میکنه دقیقا. خب ممنون، سپاسگزارم، حتما ویدیو رو لایک بکنید. با تشکر فراوان.